بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض احترام خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشید و حالتان خوب باشد. باز هم عبدالرازق قدید هستم در خدمت شما. موضوع درس امروزی ما هست در ارتباط با ضمایر ملکی در زبان فرانسه، یعنی le pronom possessif en français. قسمی که از نامش پیدا هست، ضمایر ملکی ضمایری هستند که جانشین اسم میگردند و مالکیتی یک جسم را نشان میدهد و جلوگیری از تکرار اسم میکند. امیدوارستم که تا آخری ویدیو ما را همراهی کنید تا بتونم برای شما خوبتر و بهتر تشریح بکنم. البته شما توجه بکنید که ما داریم از اینجا شروع میکنیم که لو میان یعنی مال من داریم لامیان که هر یک از اینها رو تشریح میکنه. مال من یا مال من است طریق داریم سعی کنیم لامیان یا مال من و داریم لامیان باشید لامیان یعنی مال من. یکی است لامیان و یکی است لامیان یعنی مال من. فرق در کجاست دوستان؟ حالا توجه بکنیم که ما چگونه ایراد به کار میبریم. در حقیقت ما شما وقتی که میگیم اینجا اختیکل جمع است، اینجا هم اختیکل جمع است و اینجا اختیکل این حرف تعریف ما مفرد مؤنث است، اینجا هم مفرد مذکر است که تشریح میکنیم برای شما. البته در اینجا شما توجه بکنیم که شخصی که مالک جسم هست مفرد است. شخصی که مالک جسم است چی است؟ این شخص چی است؟ در حقیقت گفتم مفرد است و آن تشریح هر کدام میذاره به شما که چی وقت به کار میره. در حقیقت ای اسمی که در حقیقت ای جان ای ضمیر ملکی ما جانشین او نوع اسمی میشه که او چی خصوصیات داره؟ مفرد است و مذکر است. لمیان جانشین او نوع اسمی میشه که مفرد باشه مؤنث باشه و لمیان وقتی که ما میگیم انشاءالله در جمله برای شما بهتر تشریح میکنم. لمیان جانشین او اسمی میشه که چی باشه؟ اسمی میشه که جمع باشه و مذکر باشه. وقتی که لمیان میگیم در حقیقت جانشین آن اسمی میشه که خصوصیات او اسم چی قسمی خصوصیات داشته باشه؟ اسمی جمع باشه و مؤنث باشه. امیدوارم تا این قسمتی درس شما پی برده باشید و میریم در مثال دیگری شما توجه بکنید. در حقیقت ما در اینجا جمع کردیم، اختیکل جمع است و این جمع جمع است. اگر به عباره دیگری برای شما بگیم که یعنی جمع مؤنث است که در حقیقت جمع در حقیقت چی شده؟ شکل جمع ازی است و یکی است در حقیقت شکل جمع ازی است. لمیا شکل جمع لومیان است، لمیان شکل جمع لمیان است. میریم کمی پیشتر داریم برای تو. وقتی برای شما مالی تو یا مالی تو برای هر ما شما برای هر زمین خود چهار شکل رو داریم. مگر بگم که سعی کنین لو تیان یعنی از تو یا مالی تو، سعی کنین مالی تو یا از تو. اگر بگم که لاتیان ای هم همه خصوصیات داره، لاتیان در حقیقت ای هم مالی تو است. اگر بگم که لیتیان شما توجه بکنید این قسمت لیتیان یا مالی تو. اگر بگم که لیتیان سعی کنید لیتیان ای هم مالی تو. و در اینجا هم توجه بکنیم که دوستان فراموش نکنیم که شخص یعنی مالک جسم در حقیقت چی است؟ اینجا هم مفرد است. شخص هم اینجا چی است در حقیقت؟ اینجا هم مفرد است. مالک جسم مفرد است. ای همه هم خصوصیات داره، این داره این خصوصیات بشه چی باشه؟ ای جانشین چی قسمی اسم میشه؟ مفرد باشه مذکر باشه، ای مفرد باشه مؤنث باشه و ای هم جانشین او اسم میشه که اسم چی باشه؟ اسم جمع باشه مذکر باشه دیگه. ای جانشین او اسم میشه که ما شما انشاءالله در جمله کار میکنیم که جمع باشه و مؤنث باشه. امیدوارستم که در این قسمت هم فهمیده باشیم. حالی میریم برای اگر بگویم که مالی او چی میگیریم؟ داریم لوسیان یعنی مالی او،
مالي و اگر بگم که مالي و باز برای شکل مؤنث بگم چی بگم لسیان لسیان هم مالي و جمعش لسیان اگر بود جمع مذکر بگیریم یم مالي و اگر باز بگیریم که لسیان سعی کنیم لسیان یه هم مالي و تفاوت هم همان چیزی است که در جمله قبلی من نوشتم برای شما. این هم چی باشه؟ جانشین چه قسمی اسم میشه که مفرد باشه، مذکر باشه. این هم مفرد باشه، چی باشه؟ مؤنث باشه. این هم اسمی چی باشه؟ اسمی جمع باشه و مذکر باشه. و اسمی هم چی باشه؟ دوستا اسمی جمع باشه، مؤنث باشه. حالا میریم اگر بخوایم بگیم که اینجا اگر بخوایم بگم که مالی در حقیقت مالی آنها چه بگم که در یک قسمت هم چند حالت داریم؟ چهار حالت داریم. لو لغ یعنی مالی آنها داریم. ل لغ سعی کنین یعنی به معنی مالی آنها. البته اینها وقتی به کار میره که ما تعیین ضمیر ملکی رو وقتی میکنیم که اسم ما خصوصیت داشته باشه. داریم ل لغ در حقیقت لیلوغ که میگم یک اس اضافه میکنیم به خاطری که جه اختیکل این حرف تعریف ما جمع است به او دلیل جمع میکنیم مثل از این باری. شما توجه بکنیم یم مالی آنها در حقیقت وقتی که ما لغم در اینجا چی است دوستا؟ در اینجا وقتی که ما شما ایره میگیم در حقیقت به اینا چی است؟ شخص مالک مالک جسم چی است؟ جمع است. یعنی چی است؟ شخص در اینجا جمع است. شخص جمع است و این هم برای اسم به کار میره که مفرد باشه. جانشین چی به کار میره؟ جانشین چی قسم اسم میشه که مفرد باشه و مذکر باشه و این هم مفرد باشه مؤنث باشه و این هم چی باشه؟ اینی که است جمعی مؤنث مؤنث هم است و مذکر جمع مؤنث مذکر است. شرطش چی است؟ شرط جمع بودن است. در حقیقت ما خواستیم که دو کلمه را به یک کلمه اختصار بکنیم. یعنی گویی که اگر دو بار هم نوشته میکردیم میشد که یکیش برای جمع مؤنث به کار میرفت و دیگریش هم برای جمع مذکر. اگر ما بخوایم که مثلا همین قسم ادامه بدیم اگر بگیم که مالی ما سعی کنین مالی ما بگیریم چی میگیریم؟ لو نوتر یعنی مالی ما. اگر بگیم مالی ما برای مؤنث بگیریم چی میگیریم؟ ل نوتر یعنی یم مالی ما. و داریم لی نوتر سعی کنید جمع میکنیم یعنی مال ما. این ما بهتر است به سه حالت بگیریم. میتونید برای جمع هم بگیریم خب هر دوش یکسان میه. بینان ما این را به تشریح میخواییم که این را خلاصه بسازیم. لی نوتر یعنی چی باشه؟ جانشینی سی میشه که مفرد باشه مذکر باشه و این چی میشه؟ مفرد باشه مؤنث باشه. چهار حالت داراست در حقیقت. ای چی باشه؟ جانشین و اسم میشه که جمع باشه مؤنث و مذکر باشه. مؤنث و مذکر باشه. مؤنث مذکر باشه هم مانند ضمیر ملکی لغ. ما همینجا چرا هم میگون جانین شما توجه بکنید در قسمت ما در قسمت می نویسیم چرا؟ در قسمت می نویسیم مال شما را سعی کنید مال شما را میگیریم. داریم ل وتر. البته یکسان شپو مهم است که بالای حرفی او بگذارید یعنی مال شما. در اینجا کسی فراموش شما نشود دوستا از ما نشود که شخص چی است. در حقیقت اینجا شخص یعنی جمع است یعنی شخص مالک یعنی جسم که هست. وقتی که گپ میزنیم منظور از چی است؟ که شخص جمع باشه. و در اینجا ل میگیریم ل ببخشید ل وتر یعنی ل وتر مالی یم مالی شما و داریم ل وتر یم مالی شما. وقتی که مالی شما میگم در حقیقت این چی است؟ جمع است. در حقیقت وقتی که جمع میگم هم مؤنث در بر میگیره هم مذکر در بر میگیره. جمع مؤنث مذکر مؤنث و مذکر در بر میگیره. ای خود شما میفهمین از تعیین ارتیکل ما مؤنث مذکر میفهمیم که اینجا ای چی است؟ مذکر است مفرد است و ای چی است؟ مؤنث است مفرد است. امیدوار هستم که تو این قسمت شما فهمیده باشین
ای هم است ضمایر ملکی در حقیقت که جلوگیری از تکرار اسم میکنه و ملکیت نشون میده. آری ما بخواییم که جمله بسازیم ریاضی، امیدوار هستم تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنید تا برای شما بتونم بهترتر تشریح بکنم. مثلا یک جمله برای شما میگم که میگم این کلاه من نیست، سعی کنیم سونیپا، میگیریم سونیپا، سونیپا مون شاپو، این کلاه مال من نیست، یعنی از من نیست. پس میگم که این از شماست. ما وقتی که اینجا وقتی میگم این از شماست، با در عوضی که ما بتونیم که دیگه نام شاپو را نگیریم در حقیقت جلوگیری از تکرار همین اسم که باشیم، ما ضمیر زیر به کار میبریم. در حقیقت ضمیر زیر میگیم چی میگیریم؟ سعی کنید سه مال از شماست چی میگیریم؟ سه لو وتر. و یک چیز متوجه باشیم که ما هیچ وقت نمیتونیم بعد از ضمیر ملکی خود نام اسم بگیریم، یعنی ایره نمیتونیم شما در ذکر کنیم، بدل از اینکه خودش ضمیر است، جلوگیری از تکرار از او کرد. یعنی چی گفتم؟ سه لو وتر، این مال شماست. وقتی که مال شما میگیم در حقیقت لو وتر، چرا گفتم؟ به دلیل ازی گفتم که شاپور اینجا اسم شاپور در نظر گرفتیم ما. اسم شاپور در نظر چه خصوصیات داره؟ اسم ما مفرد است، اس نداره، ایکس نداره و دیگه چی هست؟ مذکر است. ما به این دلیل ضمیر ملکی خود از چی کار گرفتم؟ ضمیر ملکی خود در حقیقت وقتی گفتم از لو وتر در نظر گرفتم، چرا که وان همین خصوصیت داشت، مفرد مذکر بود در حقیقت. اینه که ما تعیین میکنیم، نظر به چی تعیین میکنیم؟ نظر به این اسم خود تعیین میکنیم. وقتی ما صحبت میکنیم اینجا ما لو رو به کار بردیم به خاطر که شپو مذکر بود و وتر هم شد ضمیر ملکی که جلوگیری از تکرار همین اسم کرد. دوستان اگر جمله بود دیگه برای شما بتونم که برای شما بهترتر تشریح بکنم، یعنی ما میتونیم بگیم که مان، سعی کنین مان استیلو، مان استیلو ای روژ، قلم من که هست چی هست؟ سرخ است. میگم مگر قلم شما، مثلا چی میگم؟ و از شما که هست، یعنی مال شما که هست سبز است. پس در قسمت ما در کتاب نیسته باشیم که دیگه جلوگیری از تکرار اسم بکنیم، ما استیلو رو ذکر نمی کنیم. آره شما توجه بکنید خود شما که استیلو چی یک اسمی هست اینجا؟ استیلو اسمی هست مفرد، اسم نداره و مذکر است که ما علامات مذکر قبلا هم خوانده بودیم در درس قبلی. پس چی میگیم؟ چی میگیم که و قلم شما که هست برای قد چی میگیم؟ و از شما رو بار ذکر نمی کنیم، میخوام که قلمی او رو بگم. و قلم او که هست؟ ای لو، سعی کنیم الوسیان، الوسیان ای نوشته میکنیم که ور، قلم او که هست سبز است. در این قسمت خوب شما توجه بکنیم، در حقیقت ما همی زمیر همی فعلی هم که بکار بردیم به دلیزی بکار بردیم که زمیر ملکی ما چی بوده؟ مفرد بوده. همی جانشینی چی شده در حقیقت؟ جانشینی همی استیلو شده. لوسیان اینه مالی او که سبز است در حقیقت. شما ببینید حتی صفتی که در اینجا آمد هم مفرد است، به دلیل از اینکه همین قلم ما مفرد است، یعنی همین ضمیر ملکی که به کار بردیم مفرد است. دیگه چی خصوصیات داره؟ مذکر است. یعنی ما به این دلیل ما چی از لوسیان به کار بردیم. مثلا اگر بگیم که یک جمله دیگه هم برای شما بودون نوشته بکنیم دوستا، شما توجه بکنید. مثلا میگیریم که سعی کنین لور، سعی کنین لور بالون، لور بالون سان، میگیریم لور بالون سان بلان، یعنی سعی کنین دوستان توپ های آنها که هستند سفید است. این توپ های از چه رنگش چی هست؟ سفید است. سفید اگر دیجا میبینید شما جمع شده اس گرفته، به دلیل چی؟ که بالون ای جمع است. به همین دلیل ما صفت ملکی که جمع کار برده هم جمع است. این صفت ملکی شما یادتون باشه که ما قبل اسم به کار رفته، هر وقتی که ما قبل اسم به کار بره صفت ملکی نامیده میشه، اما میخوایم ضمیر ملکی را به کار بریم. مثلا گفتیم اینجا که توپ های آنها که هست سفید است، اما میخوایم که و از ما که هست و از مال ما، یعنی منظورشم توپ است و از ما که هست چی هست؟ میگیم سرخ است. خیلی شما توجه بکنیم که ما نظر به اسم ضمیر ملکی خود نظر به اسم تعیین میکنیم، گویا که ما هم یک توپ داریم. چی میگم؟ ای سعی کنین. پس در فکر شما اینجا چی بگیرم من؟ آیا لنوتر بگیرم؟ نه، به خاطر اینکه این مذکر است. لنوتر بگیرم؟ نه، به خاطر اینکه جمع است. درسته که مذکر است اما جمع است، ما چی بکنیم بریم؟
از لن و پس چی میگیریم که برای جمع مذکر مؤنث به کار میره. اما شرطش چیه؟ جمع بودن است. ای ل نوشته میکنیم که ا ال نوتر اس دادیم به دلیل اینکه چی بود؟ جمع بود. ال نوتر. پس اینجا سان میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه این ضمیر ملکی ما جمع است. به او دلیل ال نوتر سان روژ. حتی صفت هم ما چه میکنیم؟ جمع میکنیم. به دلیل اینکه اینجا اسم ما جمع است و اینجا ضمیر ملکی ما جمع است. یعنی مال ما که هست، یعنی توبی ما که هست، چی هست؟ سرخ است. در حقیقت شما توجه بکنید که لنوت خدا اینجا ضمیری هست که جلوگیری از تکرار چی کرده؟ از بنون نموده. یعنی ما نمیتونیم که بگم که لنوت باز اینجا بنون شما ذکر کنیم، این اشتباه هست کاملا. اینجا به کار نمیره. یک از موری کار بردش. ما شما میتونید در هر حالت شما اینه در جمله به کار برید. مثلا میتونیم که بگیم که سعی کنیم یا جمله دیگه هم برای شما بگیم که خوبتر واضح شده. میگم دوست شما که هست لایق است. اما از من که هست سعی کنیم. اما از من که هست چی هست؟ تنبل است. میگم که سعی کنیم وطخ سعی کنیم ببخشنید اینجا یه صفت بلکی هست اینجا. Votre ami, اگر اینجا مفرد باشه پس میگیم که Votre ami est میگیریم. Votre ami est gentil یا intelligent میگیریم. Intelligent یعنی دوست شما هوشیار است. و از من که است تنبل است. پس اینجا دوست چی است؟ مذکر است. شما توجه بکنید مذکر است. گویی که من هم یک دوست دارم. چی میگیم؟ مذکر است، اینجا مفرد است. پس چی میگیریم؟ Le mien. پس چی میگیریم اینجا؟ Le mien. Le mien est paresseux. یعنی چی است؟ paresseux تنبل است. یعنی دوست ما که است تنبل است. اگر اینجا اگر بگیریم که جمله را به این شکل بگیریم سعی کنین. اگر بگیم که دوستای شما سعی کنین این جمله را تغییر بدین. Vos amis sont intelligents. یعنی دوستای شما که هست هوشیارند. جمع کردم صفت هم جمع کردم فعل هم جمع شد و دوستا هم جمع شد و صفات ملکی هم جمع شد. اگر بخوام که ضمیر ملکی به کار بده یعنی که دوستای ما که هست تنبل است به اون صورت با چی میگیریم؟ چی میگیریم؟ ا سعی کنیم ا ل میگیریم. از چی به کار میبریم؟ یعنی دوستای من اگر بگیریم ازی به کار میبریم. ای نه ازی به کار نمیبریم بدلیل اینکه مؤنث است. ا نزی به کار میبریم. چی میگیریم؟ ا Les miens. سعی کنین. اس دادیم. بدل از اینکه این اسم ما جمع بود. یعنی میخوایم که این می اسمی است در حقیقت. این می ضمیری هست که جلوگیری از تکرار یعنی اسم نموده. Les miens sont. سعی کنین. Les miens sont. Paresseux. حالا شما توجه بکنین. Paresseux. اکس میدیم برایش. این صفت هم جمع میکنیم. نظر به چی؟ نظر به خاطر جمع کنیم که اینجا ما زمین ملکی جمع داشتیم که در حقیقت جلوگیری از تکرار چی کرده بود؟ این اسم جمع نموده بود. که خصوصیات اسم ما چی بوده در حقیقت؟ مذکر بوده، جمع بوده. و در این جمع ما چی به کار بردیم؟ مذکر جمع که نختی کلیشه به کار بردیم. لی از این فهمیده میشه که جمع است. اما ایش چی است؟ مذکر است. این در حقیقت چی کرده؟ جلوگیری از تکرار چی کرده؟ و ما نمیتونیم که امیر بعد از این به کار بریم. اینجا اشتباه است. امیدوار هستم که تا این قسمت هم شما فهمیده باشین. و اگر بتونم برای شما باز هم یک مثال دیگه هم برای شما بتونم که واضح شود. پس میگیریم سعی کنیم میگیریم اگر بگم که من مثلا این که اگر بگم که جه پردو من گم کردم چی؟ مشومیز پیراهنی خود را جه پردو مشومیز. اگر بگم که آیا تو برای ما از خود را مال خود را داده میتونی؟ اگر بگم که تو نشته میگن تو پو مو دونه تو پو مو دونه. پس به فکر شما اگر بگم مال خود را داده میتونی اگر ما از کلمه لوتیان بکار بریم کدام یک از اینها را بکار بریم؟ ما اول فکر میکنیم که این اسم ما در حقیقت چی بوده؟ منظور ما وقتی ما میخواییم که مال خود را داده میتونی امی اسم بوده. یعنی امی اسم ما چی خصوصیت داره؟ امی اسم ما مؤنث است، مفرد است. پس ما باید چی بگویم؟
tu peux me donner la tienne. C'est quoi la tienne? Dans le cas d'avis, la tienne. Zamiri has. Zamiri mulki has. Qui Johnny Shini qui chouda? Choumise chouda. Johnny Shini choumise chouda. Va. Jilogiri est tikrar les ikada. Yani jilogiri chi qisam kada ki. Mana mitonam bugun ki tu peux. Boz bugun tu peux me donner la tienne. Boz nje choumise bugun. Ishti bosta. یعنی شومیز به کار نمیره ای به می خاطر ضمیر میگیره ضمیر کلمه است که جلوگیری از تکرار اسم میکنه دوستان امیدوار هستیم تا این قسمت درس شما چیزی رو پی برده باشین اگر ما بخوایم که روی هر کدام از این مثال کار بکنیم چون وقت گیر است کس دوستایی که سوال دارن میتونن در کامنت بنویسن ان شاء الله بنده در خدمت هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و یک چیز دیگر نگفته نمانه دوستای عزیز که نقش مهم و اساسی که در لسان هست گرامر است یعنی قاعده و قانون است اگر ما قاعده و قانون یک زبان را بفهمیم ما خود ما میتونیم جمله بندی بکنیم نیازی نیست که ما جمله را حفظ بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته